یونیسف میگوید که هر 13 دقیقه یک کودک بر اثر ابتلا به بیماری‌های قابل پیشگیری در یمن جان می‌دهد. این نهاد المللی تاکید می‌کند که در صورت دسترسی به واکسن می‌توان از جان باختن این کودکان جلوگیری کرد. در ادامه همکارم در گزارش خود به بررسی این موضوع پرداختی که با همان را می‌بینیم. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف از مرگ چهل یک هزار کودک در یمن طی سال گذشته در نتیجه بیماری های قابل پیشگیری خبر داد. این سازمان در گزارش اخیر خود گفته است که هر سیز ده دقیقه یک کودک بر اثر این بیماری ها جان خود را از دست می دهد. یونیسف با اشاره به اینکه استفاده از واکسن و دسترسی به آن می تواند جان کودکان را نجات دهد و از جان کودکان یمن حفاظت کند تاکید کرد که تعداد کودکانی که در برنامه واکسیناسیون قرار نمی گیرند عدد بالایی را نشان می دهد که نمی توان آنها را دست کم گرفت این نهاد بین المللی هشدار داد که یمن شاهد بازگشت بیماری هایی مانند فلج اطفال است که تصور میشد مربوط به گذشته است یونیسف تاکید کرد که وضعیت بهداشتی کودکان در یمن نیازمند تلاشهای فشرده برای بهبود آن به سطوح بهتر است صندوق کودکان سازمان ملل متحد با اشاره به اینکه زمان تغییر این داستان غمانگیز فرا رسیده است تا اطمینان حاصل شود که همه کودکان در یمن در هر کجا که هستند به واکسن دسترسی دارند و این مستلزم حمایت از سیستم مراقبت های بهداشتی و تامین منابع لازم برای رسیدن آن به مناطق دور افتاده است یونیسف همچنین تاکید کرد تزریق واکسن برای پیشگیری از بیماری ها با صرف جویی در بسیاری از هزینه های مستقیم خانواده می شود. این نهاد در ادامه میگوید هزینه معالجه و درمان در صورت بروز بیماری های ناشی از عدم تزریق واکسن حدود 16 برابر هزینه واکسیناسیون می باشد علاوه بر اینکه هر دلار که برای واکسیناسیون هزینه می شود بازدهی چند برابری در کشورهای کم درآمد مانند یمن به همراه دارد یونیسف همچنین خاطر نشان کرد که در یمن تنها کمتر از سی درصد از کودکان بین دو تا سه سال دوزهای کامل واکسیناسیون را دریافت می کنند که این شرایط شیوع بیماری های همگیر را افزونتر می کند.